بر شما کوروش عرفانی هستم، در برنامه دیگر از سری برنامه های کاوشگری جامعه در خدمتون هستم و بحثی رو که آغاز کردیم ادامه میدیم. اجازه بدید یادآوری بکنم که هفته گذشته من به تعدادی از پرسش هایی که در رابطه با دو سه جلسه گذشته به دستم رسیده بود در برنامه هایی که در رادیو اتحاد هست پاسخ گفتم. همونطور که خدمتون عرض کردم، چون در برنامه های تلویزیونی وقت خیلی کم هست، فرصت نیست که ما اینجا به تمام پرسش ها بپردازیم و لذا من از این امکان دیگری که داریم استفاده کردم و در رادیو اتحاد به این مجموعه پرسش ها، به بعضی هاشون البته نه همه، جواب دادم و ادامه خواهم داد. بنابراین اگر مایل هستید که راجع به خود سوالاتی که میفرستید احتمالاً پاسخهای مستقیمی دریافت بفرمایید، چون من واقعا فرصت این که بتونم به تمام ایمیل هایی که در رابطه با این برنامه میرسه جواب بدم رو ندارم و از این بابت پوزش میخوام پیشاپیش و تشکر فراوان میکنم از هموطنانی که لطف میکنن چه نظر مثبت و چه نظر منفیشون رو، همینقدر که شما میشینید پای کامپیوتر و به هر حال یه مطلبی رو مینویسید و ارسال میکنید بسیار ارزشمنده و این در واقع اون تیپ شهروند ایدئالی هستش که ما باید در جامعه ایران آینده بهش برسیم. از حالا بهتره که تمرین بکنیم که مشارکت داشته باشیم در امری که فکر میکنیم برامون جالبه یا برامون مهم هستش. بنابراین چه مثبت باشه چه منفی، من سپاسگزار تمام هموطنانی هستم که لطف میکنن ایمیل میفرستن، اما از بابت اینکه نمیتونم به همشون دونه به دونه به صورت شخصی پاسخ بدم عذرخواهی میکنم، فقط به خاطر ضیق وقت هستش. من از مطالب اونا کم یا بیش در حدی که تواناییشو دارم بهره میبرم در برنامه هایی که دارم. لذا یادآوری میکنم که اگر در ایران و اروپا یا الان در امریکا مایل هستید که سوالات رو ببینید، از همکارم میخوام اگر میتونن این سلاید رو از نزدیک نشون بدن. ما رادیویی داریم در بر روی ماهواره به نام رادیو اتحاد، روی اینترنت هم هست، که در ایران بر روی ساتلایت یوتلسات W3A پخش میشه با فرکانس 10720 و سیمبل ریت 22000 که در لیست رادیوها به نام رادیو اتحاد است، و در امریکای شمالی بر روی ماهواره گالاکسی 19 با سیمبل ریت 22000 و فرکانس 11929. بنابراین اگر مایلید هموطنان عزیز که در امریکا این برنامه رو ببینید، میتونید از این در واقع رادیوی ماهواره ای استفاده بفرمایید. من اونجا روزهای جمعه برنامه‌ای دارم که به کاوشگری جامعه سوالاتش پاسخ میدم. و اما اجازه بدید برنامه به اصطلاح امروز رو من نخست اختصاص بدم به بستن پرونده‌ای که حدود سه هفته باز کرده بودیم در مورد مسئله خداباوری و رابطه اون با فرهیختگی و نافرهیختگی. من در ابتدای برنامه یه چند دقیقه رو اختصاص میدم برای اینکه بتونم کلیاتی رو در این زمینه بگم که این موضوع رو به اصطلاح ببندیمش و ادامه بدیم، چون میدونید که ما داریم سعی میکنیم که این کتاب روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی و بحث ریشه های استبداد زدگی رو پیش ببریم و به اتمام برسونیم. لذا از اونجایی که من برنامه‌ریزی کردم که در 52 برنامه این رو خاتمه بدم و امروز فکر کنم قسمت 44 باشیم اگر حساب کتاب های من درست باشه، لذا تعداد محدودی هفته برای ما باقی میمونه که بتونیم اون بحث کتاب رو پیش ببریم. بدیهیه که وقتی من این برنامه رو تموم کردم، به قول قدیمی ها اگر عمری باقی باشه، میپردازیم به موضوعاتی که دونه به دونه شناسایی من کردم که در این سلسله مباحث برای شما بیشتر جالب بوده. اگر موافق باشید میایم روی اون بحث ها و سعی میکنیم که بیشتر درباره اون موضوعات مشخصی که نظر شما جلب کرده صحبت بکنیم. اما برای بستن این پرونده رابطه بین خداباوری و نافرهیختگی، دقت بکنید که من در همون جلسه ابتدایی که بوده سه هفته یا چهار هفته پیش بود آغاز کردم، خدمتون گفتم که من رشتم خداشناسی نیستش، الهیات نیستش، بنابراین نمیتونم من بحث بکنم در مورد اینکه خدا وجود داره یا نداره. مثلا گفتم که من یه نظر شخصی در این مورد دارم که به خودم مربوطه و اینجا نیستم برای اینکه بخوام اون رو تبلیغ بکنم. هدف من نستش که حاصل کار پژوهشیم رو ارائه بدم و این کار پژوهشیم بدیهیه که همیشه در کارهای علوم اجتماعی رد و اثری از باورها، خواستها و
به اصطلاح نکات خاصی که مربوط به شخصیت فرد پژوهشگر هست در خودش داره. اینو من نمیتونم هیچ وقت منفکش بکنم میگم نه این کار 100% علمیه، من اصلا یه چیزی نه، این به قول معروف گزافگویی بعضی ها رو من ندارم حقیقتش. معتقدم رد و اثر باورهای من حتما در کار پژوهشی من هستش، اما وقتی شما آگاه باشید نسبت به این نکته سعی میکنید کنترل بکنید. حالا در مورد این که چیزی به اسم خدا وجود داره یا نداره، من اینو به خودتون واگذار کردم اگر یادتون باشه گفتم، بحث من در مورد کارکردهای مذهب هستش و بنابراین من به کارکرد اجتماعی یا به طور دقیق‌تر به اصطلاح بازتاب‌های جامعه شناختی خداباوری پرداختم، اونم نه مذهب به طور کلی، بحث خداباوری بود و شخصیت‌های فریخته و نافریخته. و خدمتتون عرض کردم که در این مطالعه من متوجه شدم که ریشه‌های به اصطلاح پیوند بین خداباوری و نافریختگی آشکاره، میشه دیدش، میشه اونها رو مورد نظر قرار داد، اما به اصطلاح بین اون چیزی که فرهیختگی تعریف کردیم در این برنامه و خداباوری من رابطه ای پیدا نکردم. دلیل بر نمیشه که دیگری پیدا نکنه، ممکنه یکی درست عکس این رو پیدا بکنه و بیادش در یه برنامه ای ارائه بده، اما من بر اساس کار پژوهش خودم متوجه شدم که امکان این که فردی به اصطلاح با ایده باور به خدا در این حال بتونه در این مسیری که ما ازش به عنوان روش برخورد انسان فریخته نام بردیم پایدار بمونه تا آخرش من پیدا نکردم. مثالی که برای دوستانم در بحثایی که داشتیم زدم یا در رادیو عنوان کردم این بودش که گفتم مثل این میمونه که شما بگید یه رانندهی به شما بگه آقا شما بشین کنار دست من، خیالت راحت راحت این مسیری رو که مثلا 2 ساعت هستش من حواسم کاملا جمع، بیدار، هوشیار، همه جا رو نگاه میکنم و پیش میرم، همه آینه ها رو دارم چپ و راست و عقب و جلو، خیالت راحت، فقط من یادآوری بکنم در از این 2 ساعت من قراره که 20 ثانیه نه بیشتر 20 ثانیه چشامو بذارم رو هم دیگه، بنابراین خیالت راحت 1 ساعت و 59 دقیقه و 40 ثانیه شو من هوشیار و آگاه میرم، ولی در این میون 20 ثانیه میخوام چشامو بذارم رو هم. آیا شما حاضرید در کنار چنین رانندهی بشینید که فقط قرار 20 ثانیه در طول یه مسیر 2 ساعته چشش رو بذار رو هم؟ ببینید داستان فریختگی برخورد روشمند و متفکرانه هستش با تمام مسائل بدون استثناء. شما از زمانی که استثناء رو وارد قاعده روشتون بکنید روش رو زیر سوال بردید، برای اینکه شما دارید میگید که آقا درسته که 1 ساعت و 59 دقیقه و 40 ثانیه رو قرار هوشیار و آگاه رانندگی بکنی، ولی آخه تو اون 20 ثانیه مرد حسابی ممکنه تریلی باشه، دره باشه، غیر ازالک و اینا. داستان من بر این باور هستم داستان فریختگی و خداباوری هم همین هستش. شما نمیتونید بگید من در تمام زمینه ها بر این باورم که باید درست برخورد کرد، منطقی برخورد کرد، علمی برخورد کرد، عینی برخورد کرد و غیره و غیره، اما وقتی میرسیم به این داستان خدا اینجا اجازه بدید من یه 20 ثانیه چشمم رو بذارم رو هم دیگه. میدونید چرا؟ برای اینکه من میگم کسی که تفکر، دقت بکنید، کسی که تفکر منطقی داره، که تفکر عینی‌گرا یا ابجکتیو داره نمیتونه یه جایی، ببینید من اینجا آیه ای از سوره حدید به اصطلاح آیه 10 خدمتتون ارائه میدم از قرآن که اینگونه داره میگه، میگه من ترجمهش رو خدمتتون میگم: مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده میکند و میمیراند و او بر هر چیز قادر است، اول و آخر و ظاهر و باطن اوست و از هر چیزی آگاه هست. ببینید عزیزان، کسی که من به این کسی که به این باور داره من به باور او احترام میذارم، دقت بکنید به فرد او و باورش احترام میذارم، اما به این حرف من نمیتونم باور بیارم، من نمیتونم قبول بکنم که یه نفری که به دنبال این هستش که ظاهر و باطن و نمیدونم اینها رو درک بکنه، مکانیزما رو بکشه بیرون، بفهمه، جستجوگر باشه، بره در عمق مسائل و تا زمانی که برای پرسش هاش جواب عینی و روشمند یعنی متدیک پیدا نکرده بیادش و به اصطلاح بگه که آقا من در تمام کارهای زندگی و مسائل و فرد و علم و دانش و کار و غیر و ذلک اینا رو به کار میبرم، اما اونجایی که میرسه به باور به یه موجود به اصطلاح دیگه من اونجا اجازه بدید که یه مقداری به اصطلاح چشامو یه 20 ثانیه‌ای ببندم. این
تناقض این هستش که من مورد بحث قرار میدم. به عنوان کسی که سالهاست داره در دانشگاه ها روش تحقیق رو درس میده، من برام خیلی دشواره که بتونم باور بکنم انسان فرهیخته، که یعنی انسان روشمند، یعنی انسانی که در برخوردش با مسائل با یک روش برخورد میکنه و اون روش عبارت است از طرح پرسش، ارائه یک فرضیه، وارسی اون فرضیه و نتیجه گیری. این روش انسان فرهیخته است در تمام مسائل. هیچ وقت هیچ چیزی رو بیدلیل قبول نمیکنه، بیدلیل هم رد نمیکنه. همیشه در رابطه با یک پدیده‌ای که باهاش برخورد میکنه پرسش مطرح میکنه، برای اون پرسش یه فرضیه رو عنوان میکنه و بعد میره واقعیت رو جستجو میکنه، فرضیه‌اش رو وارسی میکنه و از دل اون فرضیه نتیجه گیری بیرون میکشه، مثبت یا منفی. ولی وقتی شما میایید میگید که آقا زمین و آسمان ها از او زنده میکند، میمیراند، قادر از ظاهر و باطن رو میدونه، از همه چیز آگاهه، من چه جوری میتونم این رو با روشم رسیدگی بکنم بهش، وارسی بکنم؟ میان به این جور موارد بحث که میشه میگن آقا خب این به خاطر اینکه اصلا به حوزه علم مربوط نمیشه. من میگم درود بر شما، و این رو بدونیم که انسان فرهیخته انسانی است که در حوزه علم قدم برمی‌داره، از روش علمی استفاده می‌کنه. بنابراین کسی که این بحث مربوط به حوزه علم نیست و می‌خواد با علم کار کنه، با این نمی‌تونه سر و کار داشته باشه. تمام حرف من این استش، این که خدایی بر پس آسمان‌ها هست یا نیست، پس کله منی که دارم این حرفا رو می‌زنم می‌زنه یا نمی‌زنه، اون یه داستان دیگه است. این بحث من نیست، اونو میتونید برید از فیلسوفا، کسایی که نمیدونم راجع به خداشناسی و اینا تخصص دارن بپرسید. من جامعه شناس هستم، من میام به کارکرد این ایده و باور میرسم. ببینید، من یه تصویر رو که مربوط میشه به همین چند ساعت پیش به اصطلاح خدمتتون ارائه میدم. ببینید، این آقای امید نوروزیه که موفق شدن دومین طلای المپیک رو برای ایران کسب بکنن. ببین، بعد از پیروزی دستاش رو دراز کرده و چشمش رو به آسمونه و داره خدا رو تشکر میکنه، شکرگزاری میکنه و اینها. ببینید، ایشون بر این باوره که یه موجودی وجود داره که الان که ایشون برنده شده، طلا برده، به اون کمک کرده و داره از او تشکر میکنه که خدا یا دمت گرم، به ما کمک کردی، ما اینجا مدال طلا گرفتیم. بسیار خوب. ببینید، برای من جامعه شناس این مهمه، اینکه این داره با کی صحبت میکنه، کسی هست بالای ابر یا نه، این کار من نیستش. ولی من میدونم که این الان داره از این رابطه‌ای که تو ذهنش برقرار کرده با اون موجود داره انرژی میگیره. قبلش هم مطمئن باشید زمین دوشک رو بوس کرده و نمیدونم اینجوری اینجوری کرده و بعد خدا رو شکر کرده و ابوالفضل مینویسه رو سینه‌ش و غیر و ذلک و اینا. خیلی خوب، ممکنه، اینو دقت بکنید، من به عنوان جامعه شناس برام کاملا قابل فهمه که ممکنه یه نفری به واسطه باورش به خدا موفق میشه انرژی بگیره، موفق میشه روحیه بگیره، موفق میشه که یه چیزی رو بالا سرش قرار بده، آدم خوبی باشه در رفتارش با دیگران. به اینها میگن عزیزان کارکرد اجتماعی مذهب، کارکرد اجتماعی خداباوری. هیچ ایرادی هم درش نیست. اگر حتی من اینو میخوام بگم که اگر کسی آلترناتیوی نداره، جایگزینی نداره برای اینکه بتونه یه همچی چیزی رو جایگزین کنه، بهتره که به همون خدای باور داشته باشه، چون لااقل با اعتقاد به اون انرژی میگیره، روحیه میگیره، نمیدونم هزار کار میکنه و غیر و ذلک. اما ما داریم اینجا در مورد شخصیت فرهیخته صحبت میکنیم. شخصیت فرهیخته کسی هستش که دوست داره در رابطه با تمام مسائلی که در زندگیش هستش برخورد عینی‌گرا داشته باشه، یعنی ببینه که آقا این چیه، دست بزنه، لمس کنه، بو کنه، مزه کنه، ببره تو آزمایشگاه و غیر و ذلک تا راجبش اظهار نظر بکنه. راجب همه مسائل اینگونه برخورد میکنه. از زمانی که، دقت بکنید، از زمانی که چیزی قابل لمس و قابل آزمایشگاهی نیست و اینها رو میبره در یه حوزه دیگه ای قرار میده به اسم فلسفه، به اسم احتمالاً متافیزیک برای بعضیا، و اونها رو میگه آقا این اینجاست. من به عنوان یک مثلا عرض میکنم دانشمند، عالم، هر چی اسمشو میخواد بذاره، میگه آقا من به این روش خودم که عبارت است از دست زدن و لمس کردن و غیر و ذلک و اینها وفادار میمونم. بسیار خوب. در حوزه علوم اجتماعی که با روحیات سر و کار داره، با ذهنیات سر و کار داره، اینجوری نیستش که ما بتونیم هر چی دلمون میخواد بگیم. بگیم آقا انسان اینجوریه. مثلا عرض میکنم شما این کتابای متحری رو بخونید که توی مدرسه ها و دانشگاه ها کلی تبلیغ میکنن و تو درس ها گذاشتن و اجباری کردن و غیر و ذلک، ایشون یه فرضیه ای داره که البته مال خودش هم نیست، از فیلسوفان دیگه مذهبی به آریت گرفته. میگه آقا خداشناسی و قبول خدا در انسان فطری است.
اصلا تو فطرت آدمه که خدا رو قبول. خیلی خب باور آقای مطهریه. اما شما وقتی این رو میارید توی محک به اصطلاح روش علمی، این دیگه آزمایشگاه و اینا که نیستش، روش علمیه، یعنی روشی که در علوم اجتماعی مورد سنجش قرار میگیره، میگن که آقا این میبایستی از روایی یعنی اعتبار کردیبیلیتی برخوردار باشه اصطلاحا. یعنی چی؟ یعنی پس شما میگید انسان فطری خداپرسته، بنابراین من هر انسانی رو که بگیرم بایستی یه چیزی به اسم فطرت درش پیدا بکنم، که حالا آقای مطهری نیستش که توضیح بده که این فطرت کجای آدمی که آدم میتونه پیداش بکنه. دومی که من حتما باید در این فطرت این تمایل به باور به خدا رو پیدا بکنم. وقتی من جامعه شناس، دیگری روانشناس، اون یکی متخصص روانشناسی اجتماعی میایم و آدم‌ها رو شروع می‌کنیم باهاشون کار کردن برای اینکه ببینیم که آیا چنین چیزی وجود داره، می‌بینیم نیست. بسیار خوب. حالا وقتی نیست به معنی این هستش که غلطه یا نه؟ منی که رفتم روی موضوع کار کردم میگم این درست نیست، نمیگم غلطه. ببینید فرق داره، کلمات کلماتی که در علوم اجتماعی به کار میره بسیار دقیقه. میگم این درست نیستش. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه از روایی یا اعتبار برخوردار باشه در حدی که من مطالعه کردم. 50 تا 100 تا 500 تا آدم رو من نشستم بررسی کردم، در این اشل میتونم بگم که این صحبتی که ایشون کرده چی اعتبار نداره. اما حالا شما دوست دارید باور بکنید، کسی مگه میتونه مانعتون بشه؟ شما میتونید بگید نه خیر آقا هست، مثلا این همه استدلال هایی که از زبان آخوند جماعت میشنوید مگه پشتش کار دانشگاهی خوابیده؟ مگه پشتش کار آزمایشگاهی خوابیده؟ میره رو منبر هر چی دلش بخواد میگه. یه عمامه هم گذاشته که براش مشروعیت به دنبال داره، یه لباسی میپوشه که قرار سمبل و نمود جایگاه اجتماعی و موقعیت اجتماعیش باشه، که آقا من عالم بر دینم، حجت اسلامم، ثقت اسلامم، نشانه خدای آیت الله هستم و هر چی دلش بخواد میگه. یه روز میگه مرغ خوبه، یه روز میگه مرغ بده، یه روز میگه مرغ یک موجود بیشرفیه، رفته بود با حضرت یوسف در افتاده بود، خدا پرواز رو ازش کرد. هر چی دوست داره میگه دیگه. مگه به جایی هستش که بشه اینو گرفتش رفت ببینیم جناب حضرت یوسف ما اومدیم یه تحقیق بکنیم ببینیم مرغ پدر سوخته با شما بودش که اینجوری کردش که شما همینجوری میتونید بگید در چی دلتون میخواد. من صحبتم بر سر اینه که انسان فریخته به قول قدیمی ها این چیزها تو کتش نمیره، بایستی هر موردی رو که اون آخونده میخواد از دهانش در بیاد بایستی بیاد و توضیح بده. یه دونه یوتیوبی هستش که الان دارن جوونا روی بالاترین و اینور اونور میذارن، از قول یه آخوندی که رفته بالا داره از قول پیغمبر میگه که پیغمبر گفته زن بایستی شب لخت بشه، خیلی عذر میخوام، بیاد زیر لحاف پوستشو بماله به پوست مرده، اصلا مهم نیست چه کار داره چه کار نداره. و حتی خودش میگه نبینم یه موقعی بگید ظرف حالا مونده خونه رو تمیز کنم و اینا، نه مرد که رفت تو رخت خواب گفته پیامبر ها تکرار میکنه، تو اون ویدیو میتونید ببینید، من چون واقعا اینقدر مبتذل هستش نمیخوام نشون بدم، فقط دارم نقل قول میکنم یه تیکه هایش رو. میگه که حرف پیغمبر ها من نیست، یه دای آدم خیلی شیکم نشستن اونجا دارن گوش میدن اینا. حالا مگه میشه من و شما بریم پیغمبر رو پیدا بکنیم بیاریم ببینیم که این داستان رفتن کلمه لحاف رو استفاده میکنه، رفتن زن به صورت اجباری زیر لحاف به محض اینکه شوهر رفت زیر لحاف کجا هستش، اصلا بر چه مبناییه؟ بعد ببینیم که آیا درسته نادرسته چنین گفته یک یا نه، از قول پیغمبر هست یا نه، دو آیا اصلا این کار درسته یا نه. چون حالا من وارد اصلا اون مقوله نمیشم که مقام زن رو به کجا داره تقلیل میده و اینا بخوایم وارد بحثش بشیم میریم توی چاه وی، اونو ولش کنید. دارم میگم که انسان فریخته از این حرفا تو به قول معروف کتش نمیره، اینجوری مطلب نمیپذیره. آدمی هستش که با وسواس هر چی که شما گفتید، از این که یه چیزی وجود داره که مالک آسمون ها و زمینه، آقا به من ثابت کن ببینم کجا مالکیتش از کجا اومده، این میگه آقا خداست آفرید، از کجا آفریده، کی آفریده، چه جوری آفریده، چقدر طول کشیده، چه جوری مبنا داشته، فرایندش چی بوده، جوابی نیستش. یه چهار تا از این سوالا بکنید میبرن آویزونتون میکنن تو اوین به عنوان کافر دارتون میزنن، برخورد اینجوریه. یا اینکه میرن همونطوری که دفعه قبل عرض کردم از این ور اونور و اینا یه سری مطالب مندرآوردی یا اینکه گزینشی برمیداره میاره میخواد تحویل شما بده. به هر حال بحث رو میخوام ببندم چون باید وارد بحث خودمون بشیم. عزیزان صحبت من نستش که انتخاب با شماست، من اینجا نیستم برای اینکه بگم خدا وجود داره یا نداره، اصلا نمیدونم که بخوام بگم،
بنابراین از من این سوال رو نکنید و این گونه نباشه که تصور بکنید من اومدم اینجا که ایمان شما از خدا رو بگیرم. من اومدم دارم توضیح میدم کارکرد اجتماعی مذهب چیه، کارکرد اجتماعی خدا باوری چیه، در رابطه با بحث این کتاب که عبارت است از فریختگی نافریختگی. تصمیم با شماست، قضاوت با شماست. فراموش نکنید اون کسانی که برنامه کاوشگری جامعه رو از ابتدا دنبال میکنن میدونن من با اولین روزی که شروع کردم اینو گفتم و بارها هم در طول برنامه تکرار کردم، هدف برنامه کاوشگری جامعه تبلیغ اندیشه نیست، ترویج اندیشه ورزی است و این دو با هم دیگه زمین تا آسمون فرق داره. من اینجا هستم در قالب برنامه کاوشگری جامعه برای اینکه یه سری از موضوعات رو دستمایه تحریک اندیشه ورزی در مخاطبان بکنم که راجبش فکر بکنن، برای اینکه معتقد هستم که ملت ما قربانی عدم بهره برداری از به اصطلاح توان فکریش هستش که بهش میگن اندیشه ورزی. روزی که ما شروع کنیم به فکر کردن مطمئن باشید تمام مسائل تاریخیمون یکی بعد از دیگری میتونه حل بشه، فقط باید از این 700 گرمی که داریم استفاده بکنیم. اجازه بدید بیام روی بحث کتاب که در مورد فریخته و نافریخته است. ما توضیح دادیم که چگونه آدم‌ها تبدیل به آدم‌های نافریخته میشن، ریشه‌های تربیتیش رو توضیح دادیم در دو مقطع پیش از مدرسه و در درون نظام آموزشی و گفتیم که در نهایت به عنوان حاصل این فرایند طولانی به قول معروف تربیتی در رابطه با شخصیت نافریخته سه تیپ شخصیتی رو نام بردیم: سلطه‌گرا، مهرطلب و انزواجو. بعد اومدیم روی این نکته که بحث اختیاره، بحث اجبار نیستش. گفتیم که یه ترکیبی از جبر که عبارت است از عوامل محیطی و اختیار که توان ذهنی و جسمی ما هست در برخورد با این عوامل محیطی. گفتیم که هیچ کدوم از این دوتا رو به صورت مطلق نمیشه به اصطلاح عمده کردش و گفتش که تمام شخصیت ما ناشی از ویژگی‌های ذهنی مونه یا برعکس ناشی از شرایط محیطی هستش. گفتیم که علوم اجتماعی امروز به ترکیب متناسبی از این دو به اصطلاح باور دارن، متناسب یعنی به نسبت مورد. و همین خاطر هم در یکی از برنامه‌ها خدمتتون گفتم که فرایند اجتماعی شدن، فرایند تربیت شدن و تبدیل شدن ما به آدم فریخته یا نافریخته در مورد هر فردی متفاوته. هیچ دو انسانی رو در کره زمین شما پیدا نمی کنید که حالا چه جفتشون نافریخته باشن چه جفتشون فریخته بنا به دلایل 100% مشابه به فریختگی یا نافریختگی رسیده باشن. همیشه و همیشه باید یه مقداری این وجه فردی رو که حاصل منحصر به فرد بودن وجود فیزیکی و وجود روانی هر انسانی هستش ما مد نظر داشته باشیم. حالا زمانی که رسیدیم به بحث چرایی گرایش به سمت نافریختگی، بحث اراده و اختیار رو که مطرح کردیم، اگر یادتون باشه من بحث تنبلی رو عنوان کردم و اینکه چقدر آدم‌ها به اصطلاح براشون راحت‌تره اینکه فکر نکنن. و یادتون باشه من دو سه تا نقل قول از آدم‌های شناخته شده، فیلسوف و غیر و ذلک آوردم که روی یک نکته با هم دیگه اشتراک نظر داشتن و اونی که فکر کردن کار بسیار بسیار دشواری است. و از قول وینکنشتاین فیلسوف آلمانی این نقل قول رو بردم که گفته بود دشوارترین کاری که بشر میتونه داشته باشه فکر کردنه. و این یه واقعیت عزیزان. و ما به این دلیله که زمانی که راجع به نافریختگی صحبت میکنیم بایستی اون نگاهی رو که معمولاً به همون یاد داده بودن در مورد که آقا آدم ها قربانی هن، شرایط نمیدونی چقدر خرابه، همش تبلیغات مسموم و بیچارگی و فقر فرهنگی و فقر مادی و غیر و ذلک و اینا، همه اینا درسته و همه اینا یه سهمی داره، سهمی که در برخی از مواقع خیلی هم بزرگه، اما هیچ وقت مطلق نیست، هیچ وقت سهم عوامل بیرونی 100% نیستش. در بدترین شرایط، در سختترین شرایط، همیشه اراده انسان‌ها، عقل و خرد و شخصیت انسان‌ها و وفاداریشون به ارزش‌ها، وفاداریشون به خرد و به انسانیت خودشون باعث میشه که بتونن در مقابل اون عوامل محیطی که مثل بولدوزر داره له میکنه ایستادگی بکنن. بعضیا در زندگی بها میپردازن با جونشون، با جوونیشون، با عمرشون، با مالشون
به هر حال این بها رو میپردازن و از شرافت خودشون دفاع میکنن، از هستی و موجودیت اجتماعی خودشون، موجودیت انسانی خودشون دفاع میکنن. ولذا ما میتونیم بدونیم که وقتی یه دونه استثناء هم باشه، پس قاعده کلی رو زیر سوال میبره. قاعده کلی که میخواد به ما بگه که آقا آدم ها بدبختن، شرایط محیطی نمیدونم فقر گرونی، استبداد، بیچارگی و غیر و زالکونه، همه اینا هست عزیزان، اما شما هم انسان هستید و شما هم نقش دارید. اجازه بدید پس امروز قدری راجع به این صحبت بکنیم که بر اساس چه مکانیزم هایی ما میریم به سمت به صلاح اینکه نافرهیختگی رو در درون خودمون جا بندازیم. نافرهیختگی رو یادتون باشه گفتیم که عبارت است از بکارگیری ابزارهای منفی در تعامل با دیگران، یعنی به جای رفتن به سمت عقل و خرد و بحث و استدلال و عطوفت و مهربانی و عشق و تفاهم و گفتگو و دیالوگ و اینها، بریم به سمت دروغگویی و عقبازی و شالاتانبازی و ترس و وحشت و خشونت و ضرب و شتم و تهدید و اینجور چیزها. این تفاوت فریخته نافریخته است. اما چرا ما نافریخته هستیم؟ این رو توضیح دادیم. چرا نافریخته میمونیم؟ این رو من میخوام امروز توضیح بدم. دلیلی که به اصطلاح در پیوند با بحث‌های هفته قبل میخوام عنوان بکنم، این تنبلی هستش که در آدم‌ها جا میفته. فراموش نکنیم ما دقت بکنید موجوداتی هستیم که تحرک در وجودمون انرژی میبره و هر چیزی که از انسان انرژی میبره میتونه با خودش خستگی به دنبال بیاره. خستگی یک احساسی هستش که در وجود انسان به عنوان یاد میگیره آدم که این رو به عنوان یه چیز منفی تفسیر بکنه، اینترپرت بکنه به قول معروف. بنابراین به نظر میرسه که ارگانیسم آدم ها، ارگانیسم جسمی و دستگاه مغز اگر یاد بگیره که این تنبلی رو از خودش رفع نکنه، چون این راهکار داره برای اینکه آدم بتونه تنبل نباشه، برای اینکه بتونه یه آدم پویا باشه از لحاظ جسمی و فکری، اما این نیازمند کاره، نیازمند تمرینه، نیازمند دقته، نیازمند مطالعه است. باید شما مسلط بشید بر این ویژگی که به نظر میرسه به گفته برخی ویژگی فیزیولوژیک آدم ها هستش. به عبارت دیگه شما اگر اینطوری میخوام بگم نگاه بکنید یه شیر و یه پلنگ رو، این وقتی که اون زوره رو میزنه و شکار رو میکنه و شکمه که پر گوشت میشه میفته، 10 ساعت 18 ساعت بس خودش همینجور میخوابه و اینها. خب این میبینید هیچ وقت شرایطی رو پیدا نمیکنه که بخواد غیر از این کاری بکنه، جزء مکانیزم طبیعی بدنش هستش که معده‌اش که پر شد میخوابه که بتونه اینو هضمش بکنه. موجود انسانی به واسطه دارا بودن یک دستگاهی به اسم دستگاه مغز مجبور نیستش از چیزی به اسم غریزه پیروی بکنه. و اصولا دقت بکنید انسان، در انسان چیزی به اسم غریزه به معنای بسیار بسیار محدودش مطرح هستش. عذر میخوام، یعنی اینکه ما نمیتونیم به عنوان موجوداتی جلوه بکنیم که یه سری از مکانیزم‌ها رو طبیعت در وجودمون گذاشته و بر اساس اونا عمل میکنیم. ما همیشه بر اساس مکانیزم‌هایی که ترکیبی از یادگیری عوامل بیرونی و انتخاب‌های ذهنی خودمون عمل میکنیم. موجوداتی هستیم به قول معروف خودساخته، از این حیث که اون چیزی رو که یاد میگیریم و عادت میکنیم بهش میگیریم و با اونها تبدیل میکنیم اون رو به شخصیت به اصطلاح اجتماعی خودمون، شخصیتی که هستیم، آدم تنبل، غیر تنبل، دانا، نادان، بدجنس، خوشجنس و غیره. حالا ما این رو میدونیم که زمانی که بر اساس تجربه و حتی برخی از مطالعات به ما گفتن که آقا یکی از کارهای دشوار زندگانی عبارت است از فکر کردن، پس این به ما همین الان که این حرف رو میشنوید نسبت به این موضوع آگاه میشید، آو پس فکر کردن کار آسونی نیست، فکر کردن کار سختی است، دشوارترین کار هستش. این رو دقت بکنید، یعنی بیل زدن و کلنگ زدن و پتک زدن سخته، تاول به دستا میاره، پوست دست رو میکنه، گرما و خستگی و کمردرد و غیر و زالک، اما شما وقتی مقایسهش میکنید با کار فکر کردن میبینید که فکر کردن دشواره. میدونید چرا؟ برای اینکه زمانی که شما دارید پتک میزنید بر اساس یه نمودار ذهنی هک شده در ذهن دارید این کارو میکنید، اون فرمان میده به جسم و جسم انرژی میسوزونه و چی کار میکنید؟ این کار رو انجام میدید. دلیلی هم که سخته به قول معروف مشقت آوره به خاطر اینکه دائم داره انرژی از دست میده آدم و وقتی که انرژی میره آدم احساس خستگی میکنه و خستگی گفتم احساس نامطلوبی.
اما زمانی که به شما میگن آقا فکر بکنید، منظور این استش که دیگه سراغ اون الگوهای حک شده در ذهنتون نرید، بلکه به دنبال این باشید که الگو سازی بکنید. یعنی درست مثل کسی میمونه که عادت کرده هر روز سرش رو بندازه پایین از مزرعه تا خونه از یه راهی بره، اصلا دیگه فکر نمیکنه بعد از یه مدتی میتونه راجع به نمیدونم سکینه جان که بهش عاشق شده مثلا فکر بکنه، سوت بزنه واسه خودش همینجوری تا برسه به خونه. چرا؟ برای اینکه مسیر تو ذهنش جا افتاده. اما اگر یه روزی بگن که آقا از این مسیر نمیتونی بری، بعد از یه جای دیگه بری، دیگه نمیتونه به معشوقش فکر بکنه، حالا باید راجع به این بکنه که خب حالا از کجا برم، از پایین برم، از بالا برم، از دره برم، از رودخونه برم. اینجا هستش که کار دشوار میشه، باید فکر بکنه. حالا شما تصور بکنید موجودی رو که قرار هست، ببینید اینجا ابعاد عظمت کار و دشواری اون جلوه میکنه، قرار هست که در ذهنش این رو جا بندازه که آهای جناب کوروش عرفانی راجع به همه مسائل باید فکر بکنی. واو، ما تا الان فکر میکردیم که فقط راجع به راه، اونم هر 25 سال یه بار باید فکر بکنیم. الان میبینیم میگه که داره راجع به همه چیز باید فکر بکنی. میگه آخه راجع به چی؟ میگه راجع به همه چیز، راجع به هر چیزی که باهاش برخورد میکنی، هر انسانی که باهاش برخورد میکنی باید در نظر داشته باشی که حتی اگر پدرته، حتی اگر مادرته، برادر و خواهر و فرزندته، یعنی احساس میکنی آقا اینا رو که دیگه من میشناسم، بابا دیگه من پدرمو که میشناسم. دقت بکنی که ممکنه پدرت که الان همین توی ساعت داری باهاش برخورد میکنی یه حال و هوایی داشته باشه، اتفاقی براش افتاده باشه که همون پدر همیشگی نباشه، ممکنه یه چیزی براش روی داده که ملتهبش کرده. بنابراین من بایستی به عنوان یه موجودی که پیچیده ترین دستگاه هستی رو در این کاسه سرم دارم به اسم مغز، بایستی بتونم، یادتون هستش هفته گذشته خدمتون عرض کردم که دستگاه مغز 1,000,000 پیام رو در ثانیه مورد پردازش قرار میده. پس ببینید از لحاظ امکانات مادی به قول معروف لوجستیکی یا سخت افزار که ما مشکلی نداریم، اون کارشو میکنه، شما اطلاعات بهش بده دیگه، بیشتر از 1,000,000 اطلاعات که در ثانیه نمیتونید بهش بدید، اون براتون پردازش میکنه و ارتباط بینشون برقرار میکنه، بهتون کمک میکنه که بتونه بفهمید مسئله رو. خب پس اونش مشکل از کجا شروع میشه؟ که من به دلیل اینکه آدم هوشیاری نیستم، آدمی هستم که یاد نگرفتم فکر کنم، این دریچه های ورود اطلاعات به درون دستگاه مغز که حاضر آماده است 1,000,000 مسیج در ثانیه رو مورد پردازش قرار بده، این بس است، چیزی بهش نمیرسه. درست مثل یک کامپیوتر خیلی پیشرفته ای که شما گوشه خونتون دارید و کار خاصی باهاش نمیکنید، در حالی که میتونید باهاش ویدیو مونتاژ بکنید، نمیدونم صدا مونتاژ بکنید، میتونید ایمیل بفرستید و غیره ذلک، فقط یاد گرفتید که باهاش یه دونه تایپ تکست مثلا تایپ بکنید، همین. خب معلومه که ازش بهره برداری نمیکنید. حالا در نظر بگیرید ظرفیت میلیون ها و میلیون ها بار بیشتر که طبیعت به من و شما داده، در مغز من و شما کار گذاشته، در سر من شما به عنوان دستگاه مغز، یه چیز 700 گرمی که میلیاردها نورون درش داره عمل میکنه، سیناپس و نورون دارن اطلاعات رو برمیدارن، پردازش میکنن، ارتباط برقرار میکنن، نتیجه گیری میکنن، تصویر سازی میکنن و غیره و غیره، و من و شما ازش استفاده نمیکنیم. چرا استفاده نمیکنیم؟ برای اینکه کار میطلبه. و حالا دقت داشته باشید، وقتی میگم کار میطلبه، برای خیلی ها ممکنه این دیوه وجود بیاد آه پس خیلی زحمت داره، زحمت داره برای کسی که یاد نگرفته ازش استفاده بکنه، برای اونی که داره ازش استفاده میکنه یه کار معمولیه، مثل نفس کشیدن میمونه. من شما فکر میکنید در مورد این که آها الان باز دم، باز دم، دم باز دم، حواسم باید به باز، نه خواه کار خودش رو انجام میده، اون قسمتی از مغز که مسئول این کار رو انجام میده. حالا این بخش به عنوان ریفلکس به قول معروف طبیعیه، اما شما زمانی که این مغز رو عادت میدید فکر بکنه، این براتون کارش رو انجام میده. دیگه اینجوری نیست بگید وا خیلی خوب حالا باید بشینم راجع به این موضوع فکر کنم، نه دائم داره کار میشه توش، دائم داره پردازش میشه، داده ها داره به هم دیگه مرتبط میشه، کلمات داره به عنوان به اصطلاح نمایانگر یا بازتاب این داده ها میادش، جملات داره ساخته میشه، معنا و مفهوم داره برش میشینه، بار معنایی بر اینا سوار میشه، ارائه میشه، فیدبک ها رو میگیره، و یه فرایند به قول فرنگی ها آنگوینگ پروسس هستش، یعنی یک فرایند پویا، فرایند مداوم که دائم ادامه داره، هیچ وقت متوقف نمیشه، فقط زمانی متوقف میشه که
اکسیژن به مغز نرسه و اون چیزی که بهش میگم مرگ حادث بشه، مثلا قلبتون وایسه، سکته بکنید، نمیدونم یه گلوله آدم بخوری، اتفاق فیزیولوژیک باید بیفته تا این دستگاه مغز رو متوقف بکنه. این نشوندنده چیه؟ نشوندنده این استش که شما پس سخت افزار فکر کردن رو، سخت افزار برخورد پویا با مسائل رو دارید. اون چیزی که لازمه نرم افزاره، یعنی جا انداختن این نکته که آقا کار کن، استفاده بکنید ازش. شما وقتی یه کامپیوتر دارید و هیچ برنامه به خصوصی نداره، فقط یه سیستم عامل داره به قول معروف، زمانی که شما میخواید باهاش مثلا عرض میکنم ویدیو درست بکنید، فیلم درست بکنید، خب در این صورت باید یه سافت‌ویر یا یه نرم افزار این کار رو بذارید. همچنین برای دیدن اینترنت به طور مثال و غیره و غیره، هر کدوم یه سافت‌ویر یا نرم افزار میخواد. با هر نرم افزاری شما یه کار جدیدی از این سخت افزار میکشید بیرون. داستان مغز هم همینه. و انسان نافریخته کسی هستش که به دلیل اینکه نمیخواد با این دشواری، چون عرض کردم رسیدن به اون مرحله که مغز شروع بکنه واسه خودش کار کردن و شما رو تبدیل بکنه به یه آدم پویا، که این آدم پویاست که شانس فرهیخته شدن رو داره، شما نیاز دارید به این که اینو ازش کار بکشید، نیاز دارید که یادش بدید، نیاز دارید به این که هلش بدید، تمرینش بدید تا زمانی که جا بیفته. درست مثل کامپیوتری که دیدید اولین بار وقتی میخواید میرید میخرید، میخواد شروع بکنه، میگه آه اجازه بدید من میخوام یه سری چیزا رو ستاپ بکنم، کانفیگوریت بکنم، اصطلاحاً صورت بندی بکنم، شکل بندی بکنم و بعد چیکار بکنم، آماده بشم برای کار کردن. مغزم همینه. شما با یه سنیچ کار بکنید، در بعضی از موارد دیدید وقتی یه برنامه‌ای رو سوار می‌کنید کامپیوتر تموم که میشه، میگه من الان باید کامپیوتر رو دوباره به کار بندازم، ریستارت بکنم اصطلاحاً، تا بتونید از این استفاده بکنید، برای اینکه بخواد همه چیز سر جاش قرار بده. وقتی قرار گرفت حالا میگه استفاده کن، در هزار باری که می‌خواید، اصلا مهم نیست. مغز همینه. و انسان نافریخته گریزان از این موضوع، دوست داره چه کار بکنه؟ دوست داره که بیشتر بر اساس یک سری از فکرهایی که جا میفته تو ذهنش دیگه میگه همینا رو میخوام من دیگه، اجازه بدید من به قول معروف زیاد به خودم زحمت فکر کردن ندم، بر اساس همین باورهایی که فکرهایی که تبدیل به باور میشه، باورهایی که تبدیل به عادت میشه و عادتهایی که خودش تبدیل به باور میشه. داستان نافریختگی هموطنان عزیز به همین قدر ساده هستش. زمانیه که شما عادت میکنید باور بکنید و سپس به باورهاتون عادت میکنید. این رو اگر چند بار تکرار بکنه آدم، برای خودش جا بندازه، اوکی من عادت میکنم که باور بکنم و بعد به باورهای خودم عادت میکنم. هم راز ایستایی ذهنی انسان همینقدر ساده هستش. حالا برای اینکه در قالب بحث تلویزیونی و این مدت کوتاه بتونیم یه نتیجه‌گیری ازش بکنیم، بنابراین من اگر بیفتم تو این چرخه باورسازی، عادتسازی، عادتسازی، باورسازی، دیگه بیرون نمیام که، و بیرون اومدنم خیلی سخت میشه. چرا سخت میشه؟ اجازه بدید که بیایم مقایسه بکنیم دو تا دستگاه فکری رو. یه دستگاه، دستگاه ساده‌گراست، دوست داره با مسائل خیلی ابتدایی و ساده و ذهنی برخورد بکنه، خودشو خیلی درگیر این نمی کنه که واقعیت بیرونی چیه، عینیت پدیده چی هستش، مسائلو در ذهنش، آقا این موضوع سوریه چی میشه، من فکر کنم اینجوری بشه اونجور میشینه واسه خودش حرف و حدیث و اینا. دیگری که پیچیده‌گرا و عینی بینه، میگه سوریه راجب کدوم بخشش، منظورت سقوط اسد، منظورت این جناهایی که به صورت مسلح دارن میجنگن، منظور ارتش، منظور نمیدونم اپوزیسیون، بعد سعی میکنه اینا رو به صورت مستند ببینه که چی گفته، اخبار چی، اطلاعات چی، اینا عینی‌گراست، عینی بینه، دوست داره مسائل رو بگیره بررسی بکنه و بعد پیچیدگی مسئله رو که فهمید ازش استفاده بکنه. خیلی خوب، این پس معلومه که یه ذهنیه که دوست داره با پیچیدگی، یا اینکه ترس نداره با پیچیدگی برخورد بکنه، ولی اون که ساده گراس وحشت داره، ای آقا حالا بشین تفکیک بکن، در بیار منابع رو از من نمیدونم چیزهای مختلف بیار، با همدیگه تقاطع داده ها داشته باشیم و اینها. نگاه بکنید عزیزان به این شما، اگر همکارم بتونه اینو از نزدیک نشون بده در حدی که کیفیت تصویر اجازه میده ببینید، این رابطه زمانیه که ما میذاریم برای فکر کردن روی یه چیزی و نتیجه گیری که ازش حاصل میشه، یه رابطه اصطلاحاً در آمار میگن رابطه همبستگی مستقیم علی داره. یعنی چی؟ یعنی شما هرچه بیشتر زمان بذارید دقت در نتیجه گیریتون میره بالا، و هرچه زمان کمتر بذارید دقت در نتیجه گیریتون میادش پایین.
این رابطه طبیعیه، برای همه هم شناخته شده استش و چیزیه که شما میتونید در زندگی فردی خودتون هم تست بکنید. این هست. هرچه بیشتر روی موضوعی فکر بکنیم، کار بکنیم، پژوهش بکنیم، نتیجه گیری که در نهایت به دست میادش میتونه دقیق تر باشه. اقدام بکنید، یه موقع ممکنه دچار اشتباه بشید، مسیر خطای اونا به کنار، اما قاعده عمومی با استثناءات خودش بر این استش که آقا من هرچی بیشتر زمان بذارم روی یک پدیده موفق میشم نتیجه گیری های بهتری به دست بیارم. بسیار خوب، حالا ببینیم که روند نافریختگی در یک انسان به اصطلاح نافریخته به چه صورت هستش. ببینید، نافریخته این تنبلی رو به اصطلاح عادی کرده در خودش، جا انداخته. گفتم میگه که این مدلای چند تا مطلب رو من میگیرم میذارم تو ذهنم دیگه با اونها کار میکنم. این تنبلی که براش دیگه عادت شده، به قول معروف پراتیک یا کار روزانه شده، باعث میشه که موضوعات مختلفی که به وجود میاد در این شما زمان کمتری رو میذاره. یعنی زمان تفکری که روش میذاره رو یاد گرفته که کوتاه باشه، مسائل به قول خودمون ماسمالیش بکنه، سریع ازش رد بشه. با توجه به اینکه این کارو میکنه، به طور طبیعی دقتی که در نتیجه گیری ها و اظهار نظرهایی که داره نسبت به موضوع و لذا دقت بکنید تصمیم گیری هایی که بر اساس این نتیجه گیری هاش میکنه، درصد خطاش بالاست، شانس اشتباه درش خیلی بالا هستش. حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که فاصله این آدم با واقعیت زندگیش دائم، با واقعیت‌های بیرونی دائم داره بیشتر میشه. چرا؟ چون داره با ذهنیات واسه خودش دنیا رو تفسیر و تعبیر میکنه دیگه. زمان نمیذاره که بره ببینه واقعیت چجوریه، حوصله نداره بره پژوهش بکنه، بررسی بکنه و اینها. در نتیجه سعی میکنه پاسخ سوالات رو به صورت ذهنی یا ذهن ساخته پیدا بکنه و چیکار بکنه؟ مسئله رو حل بکنه و بره پی کارش. به همین دلیل شما میبینید این آدمای نافریخته دائم مشکلات در زندگیشون بیشتر میشه. مثلا عرض میکنم همون ابتدای زندگی میبینه که خیلی با همسرش ارتباطش گرم نیستش، خیلی همسرش تمایل نداره با او صحبت بکنه، به طور مثال وقت بگذرونه، به جای اینکه بشینه و یه بار به طور عینی موضوع رو بررسی بکنه بگه عزیزم من احساس میکنم که خیلی تمایل نداری با همدیگه دیالوگ داشته باشیم و غیر ازارک، میتونی برام توضیح بدی که او توضیح بده، بعد معلوم بشه ریشش اینه، علتاش اینه، چه کارا میشه کرد، میشه رو موضوع کار کردش و مثلا بعد از 6 ماه این مشکل برطرف شده، تبدیل شدن به دو تا آدم ارتباطگر که با همدیگه زندگی خیلی گرم و خوبی هم دارن. اینا چون این کارو نمیکنه، مسائل رو حوصله نداره وقت بذاره روش، میاد شروع میکنه به برخورد ذهنی، پدر سوخته یه چیزیش هستش، نمیدونم حالا در میارم ببینم چیه. بعد شروع میکنه داستان بافی و قصه و اینها و بعد بدبین میشه، بد اخلاق میشه و غیره. ببینید ارتباطش از اون واقعیت هی داره کنده و کنده تر میشه و لذا مشکلاتش هی بیشتر و بیشتر میشه، تا یه جایی میبینید جلوی جناب قاضی نشستن و میگن که محال من دیگه با این زندگی بکنم. در صورتی که یه مسئله خیلی ساده ابتدایی کامیونیکیشنال ایشو به قول معروف مسئله ارتباطی بوده که راحت میشد حلش کردش، به شرطی که یه ذره حوصله و وسواس و زحمت کار کردن روی موضوع رو میداد. آدمی که دقت بکنید در مسائلش اینجوری برخورد میکنه، زندگیش به بنبست برخورد میکنه، به مشکلات فراوانی با مشکلات بسیار روبرو میشه و به تدریج کار میکنه، هی اینا مثل کوه انباشته انباشته خودش خسته تر، فرسوده تر و لذا تنبل تر، فراری تر از چیز و یه زندگی از دست رفته، به قول معروف یه زندگی دود شده و رفته. و این رو دقت بکنید، معیارهای ظاهری رو جستجو نکنید الزاماً، که البته این روند حتی در مسائل ظاهری مثل کار و تحصیل و نمیدونم تجارت و غیر ازالک و اینا هم تاثیر داره ها، اما میخوام بگم که آدمایی هستن از اون نظرها میبینید ممکنه موفق باشن ولی در عرصه های دیگه. آدم فرهیخته کیه؟ نگاه بکنید به روند فرهیختگی برعکس، چون از تنبلی گریزانه، چون تنبل نیست از لحاظ فکری، در نتیجه هر موضوع جدی که تو زندگیش به وجود میاد میشینه روش فکر میکنه، میشینه روش اندیشه میکنه، وقت میذاره اصطلاحاً، و وقتی که وقت گذاشت میتونه به نتیجه گیری هایی برسه که دقیق تره، عینی تره، مستندتره، بهتره و لذا نزدیک تره به واقعیت.
بنابراین وقتی تصمیم گیری میکنه بر مبنای این نتیجه گیری ها، این تصمیم گیری ها چون از دل قانونمندی های حاکم بر عینیت بیرون اومده، وقتی هم برمیگرده به خودش، عینیت واقعیت بهش جواب مثبت میده و لذا میتونه واقعیت رو به نفع خودش تغییر بده، به سمتی که صلاح میدونه تغییرش بده و به این ترتیب سوار میشه بر سرنوشت خودش، بر زندگی خودش. به قول معروف موضوع یا مشکلی رو به وجود اومده مهار میکنه. حالا این میتونه مسئله کاری باشه، خانوادگی باشه، عشقی باشه، هر چیزی میتونه باشه. مهم این استش که شما به عنوان یک فرد فریخته وقتی تمرین میکنید و یاد میگیرید که از تنبلی فکری گریزان باشید و سوار بشید بر روی مسائل، خود به خود باهاش درست میتونید برخورد بکنید. شما ببینید، من همین موضوع استبداد منشی، استبداد زدگی و رابطش با نافرهیختگی رو، باور بکنید، همین کتابی رو که نوشتم میتونستم به صورت یه مقاله اولا بنویسمش. چه زحمتی داره حالا بشینم یه کتاب بنویسم؟ خیلی خوب، بعدش هم حالا کتابم نوشتم، حالا هر کی دوست داره بره بخونه دیگه. چه زحمتی داره بیام بشینم دونه به دونه مسائل اینا رو توی برنامه باز بکنم؟ 52 هفته من برنامه‌ریزی کردم برای اینکه این موضوع رو پیش کنم. برای چی؟ برای اینکه تنبل نیستم، حداقل امیدوارم منزه کافی تنبل نباشم و بنابراین بیام پای کار و سعی بکنم موضوع رو بشکافم عمیق و غیره و غیره. خب میتونه یه مثال باشه، من مثالیه که دم دست به قول معروف به ذهنم میرسه که بگم. در تمام مسائل شما میتونید این گونه باشید. در مسائل اجتماعی، چرا من باید در جامعه زندگی بکنم که درش فقره، در حالی که ما میلیاردها و میلیاردها دلار ثروت زیر پامون هستش؟ چرا بایستی توی خیابون ها کودکان خیابانی باشه در حالی که ما سال گذشته 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم؟ چرا می بایستی از هر دو ازدواج در تهران و هر سه ازدواج در ایران یکیش به طلاق منجر بشه؟ چرا بایستی کودکان 12 ساله به تنفروشی تن در بدن؟ چرا می بایستی در ایران مواد مخدر ارزون ترین مواد مخدر در کره زمین باشه؟ و چرا و چرا و چرا و چرا؟ حالا این عرصه اجتماعیه، حالا بیایم تو زندگیمون. چرا رابطه من باید با همسرم این گونه باشه؟ چرا فرزندان من باید به من احترام نذارن؟ چرا من باید نسبت به پدرم اینجوری باشم؟ چرا رابطه‌ام با برادرم بده؟ چرا دخترم اون نشسته پشت سر من حرف؟ و چرا و چرا و چرا؟ زمانی که ماسمالی نمی کنیم، زمانی که توانایی ذهنی اینو داریم که بریم تو عمق مسائل، میبینیم که موضوعات یکی بعد از دیگری روشن میشه، شفاف میشه و بعد که بخوایم عمل بکنیم، حالا چه در رابطه با پسرمو و دخترمو باشه، چه در رابطه با جامعه و تعیین تکلیف با یه رژیم استبدادی باشه، میبینیم که کار اونقدرها که فکر میکردیم سخت نیست، که مسائل حل شدنیه، که انسانها چقدر در وجودشون عمق و گستره وجود داره برای اینکه از تواناییاشون استفاده بکنن. انسان فرهیخته، فراموش نکنید هفته گذشته خدمتتون گفتم تمام زیبایی و شیرینی زندگی انسان نافرهیخته در اینه که هر روز یه بخشی از این ناشناخته ها رو کشف میکنه. هر روز دارم میگم، ببینید این لذتی هستش که شما نمیتونید با 500 تا ساختمون و برج و آپارتمان و ویلا و 2 میلیون سفر به مناطق خوش آب و هوا ثانیه‌ایش رو مبادله بکنید، برای اینکه اون لذتیه که فراموش میشه، میگذره، هیچ چیزی ازش به جا نمیمونه جز 4 تا عکس و فیلم و ویدیو و غیر و ذالک. ولی لذت کشف ناشناخته ها به دلیل اینکه عرصه آگاهی، پرتو آگاهی رو در ذهن شما فراتر میکنه، نور میافکنه بر اون تاریکی هایی که در وجودتون هست، سوالاتی که دارید، ناشناخته هایی که هستش. و هفته گذشته خدمتون گفتم که تمام اون چیزی که بهش میگن سیر تکامل به این دلیل معنی پیدا میکنه که این سیر کشف کردن ناشناخته ها حد نداره، نهایت نداره، بی نهایت هستیه. چه شما به عمق وجود خودتون برید، چه به عمق کهکشان برید، چه به عمق ماده برید، هیچ وقت و هیچ وقت به یه انتهایی نمیشه بگه آقا دیگه تموم شد، دیگه همینه. نه، همیشه و همیشه، نسل بعد از نسل، برای نسل‌های بعد، برای هزار نسل بعد اگر انسانی روی کره زمین مونده باشه، همیشه موضوعاتی وجود داره که کشف بشه، ناشناخته هایی که بیادش به پرتو، در پرتو فهم ما، درک ما، پژوهش ما، و بدونیمش و با این دونستان ها بتونیم دائم در این مدار تکامل وجودیمون بریم بالا و بالاتر. این چیزی نیستش که من و شما بتونیم ازش بگذریم به راحتی و بیایم با 4 تا باور نسبت به نمیدونم چیزایی که تو زندگی نمیدونیم کی بهمون یاد دادن. بچه بودیم، نمیدونم نوجوان بودیم، تو مدرسه بود، آخونده بود، پدر مادر بودن، کی بودن اینا رو کردن تو ذهن ما، اینو با اون مبادله بکنیم. یه دنیایی رو که بی‌نهایته، حد نداره، مرز نداره، مبادله بکنیم با 4 تا چیز کوچیک. نگاه بکنید، من میخوام یه
اگر همکارم لطف بکنه عد امروز که ما یه چند تا تصویر داریم یه ایرادی هم در ارائه رنگ ها داریم، اما ببینید عزیزان شما تصور بکنید آدم هایی رو که دارن در این منطقه زندگی میکنن، یه عده‌ای رو در نظر بگیرید که فقط در این حد اگر بتونید این دایره کوچیک رو نگاه بکنید، ببینید یه دونه از این کوهپایه ها رو من که قله‌اش هستش با یه دایره اینجا مشخص کردم در پایین تصویر. تصور بکنید یه عده از کسانی که اینجا زندگی میکنن عادت کردن که گستره دیدشون، فهمشون از دنیا در حد این باشه که بیان روی این کوهپایه بیستن. بسیار خوب، در چه حدی میتونن دنیا رو ببینن، اطرافشون رو ببینن، چیزهایی رو که هست ببینن؟ حالا تصور بکنید عده دیگری باشن که میرن اینجا، نگاه بکنید به این تصویر خاکستری اگر رنگش دیده بشه اون بالای قله اون بالای، حالا ببینیم که گستره دیده اینها چی هستش. گستره دیده اینها رو که مقایسه میکنید میبینید عزیزان غیر قابل واقعا مقایسه است از لحاظ ارزشی، از لحاظ گستره، از لحاظ سپهر شناختی که میتونن از جهان اطرافشون داشته باشن. اینایی که رو کوهپایه هستن همینی که میبینید در حد یه ذره کوههای بالا دستشون، کوهپایه های بالا دستشون میبینن، ولی شما نگاه بکنید اونی که به بالای قله میره ببینید تمام اون دشت رو میبینه، کوهستان مقابلش رو میبینه، آسمان بر فراز اون به اصطلاح افق رو میبینه. کجا این قابل مقایسه است؟ حالا تصور بکنید انسان نافریخته کسی هستش که بر اساس عادتهاش همیشه میادش روی این کوهپایه کوچیکه و تمام دنیا رو از این منظر نگاه میکنه، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 90 سال تا اینکه میگیرن میذارنش توی خاک تموم میشه زندگیش. و اونی که کنجکاوی داره و اونی که همت داره، اونی که یاد گرفته از تنبلی گریزان باشه، و بدونید درد تاریخی ملت ایران تنبلی است عزیزان، بخصوص تنبلی فکری، اگر باشه در بین این ملت حتی اندکی که حاضر باشن از این کوهپایه بکنن و مشقت فکر کردن، مشقت درک، مشقت کشف رو به خودشون هموار بکنن و برن بر بالای اون قله، میبینن که چه دنیای زیبایی هستش که اونها ازش محروم شدن، از دیدنش، از لمس کردنش، از فهمیدنش، از استفادهش. این گونه است عزیزان که من و شما میتونیم راز برون رفت خودمون رو پیدا بکنیم، راز آزادیمون رو میتونیم پیدا بکنیم، راز خود رهاگریمون رو که بتونیم بکنیم از این دیوارها و سقفهایی که برای ما گذاشتن و گفتن اینه، اینو ببین، اینو بخون، اینو بفهم، تموم شد. یک بار دیگه میگم مالکیت آسمان و زمین از آن اوست، زنده می کند، می میراند، او بر هر چیز قادر است، اول و آخر و ظاهر و باطن اوست و از هر چیز آگاه است. خب من اگر اینو تو وجودم جا بندازم که دیگه چیزی وجود نداره که بخوام کشف بکنم، که همه چیز اوست، ظاهر و باطن و آسمان و مالکیت و غیر ذالک اوست، من چی هستم اینجا به عنوان انسان که بتونم به قول معروف نقش آفرینی میکنم؟ همینقدر که اینو گرفتم میرم بالای این پایین این کوهپایه وامیستم، همینقدر کوچولو رو میبینم، با اون زندگی میکنم، دلا راست میشم، روزه میگیرم، علم میکنم، بل میکنم، بعدم میکننم زیر خاک. من چی میتونم از اون گستره زیبای هستی بیکران بفهمم؟ هستی ناکران مندی که همه چیز در خودش داره. گفتم به هر سمتش برید در درون خودتون هستی انسانی رو که حد نداره میتونید کشف بکنید، و برید به سمت کهکشان‌ها میتونید هستی رو که مرز نداره پیدا بکنید. و اینجاست اون مفهوم زیبایی که ما در ادبیاتمون داریم که میگن آقا این چیزی که هی میگی خدا 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 خدا، این همون خداست. وقتی که به خودت بیای و بدونی که تو انسان پژوهشگری، تو انسان کاوشگری، تو انسان پیدا کننده و کاشف هستی، توی دیگه این چیزایی که راجع به این گفتن، مالک زمین و آسمان ها، ظاهر و باطن اوز، همه چیز رو میتونه بفهمه و از همه چیز آگاهه. ببینید آخرش میگه و از هر چیزی آگاه هست. خودتی دیگه، تویی که میتونی همه چیز رو ازش آگاه باشی، تویی که میتونی بفهمی، تویی که میتونی درک بکنی، کشف بکنی، پیدا بکنی، و به این ترتیب چی بشی؟ تبدیل بشی به همون چیزی که داری معلوم نیست در پشت آسمون ها و غیر و ذالک دنبالش میگردی. در وجود خودته، در توانایی خودته. یک شرط داره فقط، خود باوری. اینکه به جای اینکه دنبالش در جاهای دیگه‌ای باشی، در درون وجودت و در توانایی‌های خودت باش. ظاهرا وقت ما تمام هستش. من تشکر می‌کنم. اجازه بدید یه اطلاع رسانی بکنم. می‌دونید که ما به غیر از برنامه کاوشگری که من در خدمتتون هستم، ما روزهای شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا میشه 4:30 صبح به وقت ایران، ولی بازپخش داره
برنامه سیاسی رو داریم از طرف سازمان خودروگران به نام تصویر آزادی، شنبه ساعت 5. یک برنامه دیگه هم به مدت 4 هفته فقط با مثلا لطف مدیریت تلویزیون اندیشه فرصتش داده شده به من که ازش استفاده خواهم کرد، روزهای جمعه 8 تا 9 شب به وقت کالیفرنیا میشه 7:30 تا 8:30 صبح به وقت ایران جمعه، که فکر میکنم میشه در واقع 7:30 تا 8:30 صبح شنبه ایران. 4 هفته برنامه ویژه‌ای خواهد بود که در مورد آموزش سازماندهی است، در مورد سازماندهی اجتماعی. من سپاسگزاری می‌کنم از تلویزیون اندیشه که این فرصت رو فراهم کردن. بنابراین جمعه من در خدمتتون خواهم بود 8 تا 9 شب به وقت کالیفرنیا، 7:30 تا 8:30 صبح شنبه به وقت ایران، برای صحبت کردن در مورد ضرورت سازماندهی اجتماعی برای برون رفت از این شرایطی که در حال حاضر حیث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر کشورمون حاکم هستش. از شما سپاسگزارم. یک یادآوری کوچیکم میکنم، مجموعه کارهایی که ما میکنیم نیاز به حمایت معنوی و مادی داره. ازتون خواهش میکنم اگر توانایی مادی دارید به ما کمک کنید که بتونیم این برنامه ها رو تداوم و گسترش ببخشیم. با سپاس از شما، با سپاس از اتاق فرمان، بدرود میگم تا روز جمعه ساعت 8 شب. جدید برنامه‌های ما از کانال اندیشه به شرح زیر است. روزهای